سلام چرا حکومت نمیتونه با مردم برخورد نظامی کنه بعضیا میگن اگه لازم باشه اینا تو پتان کم میریزن تو خیابون مردم به رگبار میبندن و از نظر سخت افزاری شاید بتونه این کارو بکنه یعنی مثلا برای چند ساعت این کارو بکنه اون چند ساعت رو بخوابونه یا اون چند روز رو بخوابونه ولی بعدش دیگه یعنی یه قدم جلو برمیداره سه قدم انگار میره عقب چرا چون که اول یه عامل ای هم هست که الان ببین اینا ارازل و اوباش و چه شبیه هشت و شعبی و هر چی که داشتن ریختن تو خیابون این که مثلا تانک بیاره تو خیابون یا مثلا سلاح سنگین استفاده کنه نیازمند اینه که حالا اون اپراتور اون تانک یا سلاح سنگین یا هرچی هست بالاخره یه تخصص بالاتری میخواد از اینکه یکی همینجور شاتگان بدی دستش یا اصلی معمولی بدی دستش بیاد تو خیابون یا باتون بدی دستش دیگه هر عرازل و باشی که مثلا قبلا بازداشت کردن الان یونیفرم یگان ویژه تنش کردن ریختن سر مردم اون عرازل که نمیتونن بشونن پای تانک رانده تانک که نمیتونه بشه که یعنی <تصفح> <ي> <تصفح> بالاخره باید برن یه متخصص اون کار پیدا کنن و یعنی یه مزدوری پیدا کنن که متخصص اون کار باشه و هرچی هم بالاخره تو هر چیزی تخصص بالاتر میره مخالفت با جمهوری اسلامی بیشتر میشه یعنی مخالفت با این سیستم کثیف مافیایی بیشتر میشه با این سیستمی که تخصص توش حرف آخر میزنه اول دیوس بودن و عوضی بودن فرد بعد به مهارت ها و تخصصش اینا در مراحل آخر قرار میگیره پس افراد متخصصتر به طور کلی با نظام مخالفترن افراد آگاهتر افراد متخصصتر افراد باسوادتر و حالا تا یه حدی اینم در این در مورد سلاح برقراره مثلا اگه بین نیروهای خودشون بین همین نیروهای که در استخدام دارن به فرض سی درصدشون حاضر باشن شلیک بکنن به مردم بین نیروی که طرفدار نظام هم هستا ولی بالاخره همشون که اینجوری نیستن که همشون ما حال زدیم شلیک یکی حاضر کتک بزنه یکی حاضر مثلا باتون بزنه یکی حاضر شلیک به پا بکنه یکی هم حاضر شلیک به مغز بکنه یعنی در عوضی بودن هر کس که در اون لباسه شکی نیست مونتا همون عوضی بودن هم درجات داره بالاخره دیگه <تصفح> بین همون اگه سی درصد حاضر مثلا با کلاشینکوف آدم بکشن یا با کلت آدم بکشن بین کسایی که میتونن تانک برونن اون دیگه سی درصد نیست میشه مثلا فرض کن 15 درصد 20 درصد ده درصد یه عدد کمتری میشه چون دستشون باز نیست که اگر آقا این قبول نکرد برامون یکی اون قبول نکرد برامون یه تعداد محدودی داره کسی که میتونه تانک برونه این یه بحث سخت افزاریش ولی بحث مهمترش بحث بعد از اون چند روزیه که حالا به فرض تانک آوردن تو خیابون رگبار دوشگاه آوردن تیربار سنگین آوردن مردم به رگبار بستن سه روز یه هفته هم اونجوری نظامی خیابون رو خلوت کردن بعدش اون موقع دیگه این شرایط اینجوری وقتی این کار رو بکنن برخورد و نظامی بکنن دیگه شرایط مردم اینجوری که الان هست نمیمونه الان مردم مثلا میگیرن اینا رو چند نفر از مردم میتونه آدم بکشن چند درصد از مردم میتونه آدم بکشن خیلی درصد کمیه حتی مردم خیلی از اینا که میگیرن مثلا کتک میزنن آخر سر ولش میکنن خیلی تعداد کمیه که واقعا بکشنش اما اون که اشتباه میکنن و هر چی بیشتر به مردمه مردم و اونا زودتر ترس تو جونشون میفته مون بالاخره توان مردم الان در این حد توان روحیشون در این حد نیست که بکشن اما اگر به اون سطح برسه برخورد نظامی بشه دیگه الان مثلا از صد نفر شاید پنج نفر مثل من فکر میکنه که هر کی گرفتی زنده بمونه به ضررته شاید 5 نفر مثل من فکر کنه خب ولی اونجوری اگه اون برخورده بکنن از صد نفر 20 نفر سی نفر اونجوری مثل من فکر میکنن در اون صورت بعد اون بعد اینکه حالا اینا مردم رو سرکوب کردن که میخوان برگردن دوباره بعد اینکه شرایط آروم شد زندگی کنن دیگه همین نظامی ها همین کسایی که همون که راننده تانک همون که اپراتور دوشکاست بالاخره اینا نصفشون هم شناخته بشن نه 20 درصدشون هم شناخته بشن فامیلشون همسایهشون اینا میشناسن اینا رو دیگه که میدونه یارو مثلا نظامی پاسدار فلان بهمانه یارو مثلا سی سالشه چل سالشه طمع داره که بعد از این سی چل سال دیگه تو این مملکت زندگی کنه دیگه بعد اینکه آروم شد و جمهوری اسلامی نگه <applause> ببخشید تمام داره که بعد از اون دوباره که آروم شد بی زندگی شد. اینا که نمیتونن بعد از اون تمام خودشون و خانوادهشون رو جمع کنن برن تو پادگانا زندگی کنن که خودشون که نمیتونن زندانی کنن که اگه اون کارو بکنن که اصلا مملکت خود خود به خود دادن نمیتونن که برای هر کدومشون مثلا مادام العمر پنج تا گارد محافظ بذارن بادیگارد بذارن یعنی خودشون بادیگارد بقیه هن. یعنی کسی که میاد تو خیابون و درگیر میشه خودش حالا یا قرار بادیگارد نظام باشه دیگه برای خود اون بادیگارده بادیگارد از کجا بیارن بذارن برای هر کدومونا که نمیتونن چهار نفر محافظ بذارن همشون هم که نمیتونن برن تو پادگان ها تا آخر سی سال سال عمرشون زندگی کنن به فرض که جمهوری اسلامی بمونه بالاخره اینا میخوان تو این شهر تو این چیز زندگی بکنن دیگه اون حالتی که جنگ نظامی میشه مال موقعی که دو طرف مواضع جغرافیایی متفاوت دارن هم مواضع جغرافیایی متفاوت دارن هم تعداد قابل چیز مثلا تو سوریه که میگن جنگ داخلی شد خاطرش به خاطر اینکه مثلا دو سه جناح بودن که تعدادشون با هم قابل قیاس بود میتونستن با هم بجنگه وقتی یه طرف 90 درصد باشه یه طرف 10 درصد باشه اون دیگه جنگ داخلی نمیشه اون 90 درصدی سری اون 10 اگه مسلح باشن هر دو طرف 90 اون 90 درصدی سری اون 10 درصدیه رو نابود میکنه نابود که میکنه نه که همشون میکشه ولی سری دیگه از قدرت خارج میکنه جنگ داخلی مال جایی که مثلا دو طرف یا سه طرف یا دو طرف یا هر تعداد طرفی هستن نیروهاشون قابل مقایسه باشه مثلا یکی 60 درصد قدرت داره یکی 40 درصد یکی 60 درصد طرفدار داره یکی 40 درصد نه اینکه مثلا یه طرف برتری تعداد نفراتش اینقدر از اون یکی بیشتره مردم در مقابل حکومت تعدادشون خب خیلی بیشتره که بعدم باید جنگ داخلی مال موقعی که مکان جغرافیاییشون با هم متفاوت باشه مثلا یکیشون شرق کشور یکیشون غرب کشور یکی, یکی جنوب شمال کشور یکی جنوب کشور یکی تو این استانه یکی تو اون استانه نه که جنگ داخلی شد صبح رفتن با هم دیگه می جنگن تو خیابون شب هر کی بیاد بره خونه خودش بعد نه همسایه‌ن اونجوری هم که جنگ داخلی نمیتونه بشه اصلا اون نظامی که مردم میکشه شب می‌خواد بره خونش بخوابه دیگه بالاخره تو اون سی سال چل سال که میخواد تو این مملکت زندگی کنه یه روز از کوچه خلوت رد میشه یا نمیشه. نمیشه نمیشه تا آخر هم تو پادگان زندگی کنه که و بالاخره بعد از اینکه به خیال خودشون آرومم بکنن اون روزی که می‌خواد بره تو کوچه میخواد بره تو خیابون میخواد بره خونش بالاخره تنها میشه تا آخر اون تو بادگان نیست اون روزی که بالاخره تنها میشه ترس اینو داره که مردم بگیرن بکشنش خودشو یا خانوادهشو این ترس تو وجودشون دیگه هست وقتی دیگه به رگبار بستی مردم و اینجوری نیست که مثلا یه دونه باتوم زدی هر کدوم درجات نفرت متفاوته دیگه درجات عکس هم متفاوته یعنی اونی که الان میگیره کتکش میزنه اون موقع به حد جنون آدمکشی هم میرسه و اون موقع اینا دیگه بین امنیت تو بین مردم بین جامعه تو خونه هاشون امنیت نخواهند داشت تو خیابونه تو کوچه ها امنیت نخواهند داشت به این دلیله که نمیتونن سرکوب نظامی بکنن نه که دلشون نمیخواد نه اینکه بعضی حاله مغلطه ای میکنن میگن که نه مردم اگر خشونت بکنن به حکومت مجوز حکومت خشونت بیشتر میده حکومت کی منتظر مجوز مونده برای خشونت حکومت هیچ نیازی به مجوز نداره حکومت هر موقع بتونه یعنی اون چیزی که حکومت رو محدود میکنه توانشه برای خشونت نه مجوزی که شما بهش بدین نه مجوز اخلاقی که بگی خب حالا این که اینا اومدن پس ما بزنیم خشونت بیشتر کنیم توانش که به همون دلایلی که گفتم توان سخت افزاری و انسانیشو سخت افزاریش داره توان انسانیشو نیروی انسانیشو نداره به دلایل مختلف و هرچی خشونت مردم بیشتر بشه نیروی انسانی اون طرف کمتر میشه و اتفاقا باعث میشه خشونت حکومت کمتر بشه یعنی ابزار انسانیش برای خشونت کمتر بشه چون ابزار انسانی حکومت برای پول داره میجنگه ابزار انسانی مردم برای خشم داره میجنگه یعنی خشونت دو تا عکس داره در طرف مقابل از طرف مرد یعنی از طرف خوش... حکومت به مردم دو تا عکس عمل یکی ترس ایجاد میکنه که باعث میشه که مردم حالا عقب نشینی بکنن یکی خشم ایجاد میکنه که باعث میشه مردم جریتر بشن پیشروی بکنن این دوتا یه تعادلی داره همدیگر خونسا میکنه حالا از یه جایی به بعد اون خشونت بیشتر بشه دیگه اونو باید حساب بکنن که کجاش تا کجاش خشم تولید میکنه و تا کجاش ترس تولید میکنه حکومت همیشه دنبال این اون بالانس رو حساب بکنه نه اینکه مجوز شما بهش بدی برای خشونت شما اگر شما اگر خوشونت بیشتر بکنی اتفاقا بالانس اونوری میشه یعنی اونا میگه ا دارن خوشونت ما پس داره خشم ایجاد میکنه پس باید کمترش کنی پس این راه جواب نمیده ولی خوشونت از مردم به حکومت چه خشونت خوشونت از مردم به حکومت دیگه خشم تولید نمیکنه فقط ترس تولید میکنه یعنی برای حکومت فقط اون عامل باز یعنی خشونت مردم هر چی بیشتر بشه برای حکومت عامل بازدارنده فقط بیشتر میشه عامل خشم زیاد نمیشه عامل پیشرونده زیاد نمیشه چون حکومت و نیروی سرکوبی که میاد تو خیابون نیرو محرکش خشم نیست نیرو محرکش این نیست که وای رفیقم کشتن من برم انتقام بگیرم نیرو محرکش پولیه که بهش میدن نیرو محرکش این ترسشه ترسی که اگه مقام بالاترش ممکنه مثلا شغلش رو ازش بگیره یا مثلا محاکمهش کنه چرا از دستور تمرد کردی خب <applause> پس نیروی سرکوبگر فقط با عامل ترس داره تنظیم میکنه که آقا من این کار بکنم یا نکنم عامل تاثیر گذارش فقط ترسه و اون ترس هرچی از طرف مردم بیشتر بهش وارد چه چون با اون تصمیم میگیره هرچی اون ترس از طرف مردم بیشتر بهش وارد چه تمایلش به کنار کشیدن خودش بیشتر میشه به خاطر همین مردم هرچی خشونتشون بیشتر بشه حکومت خود به خود نیروهاش از دست میده یعنی نیروهاش کنار میکشن حکومت عقب نشینی میکنه هرچی مردم خشونتشون بیشتر بشه حکومت عقب نشینیش بیشتر میشه ولی حکومت هرچی خشونتش بیشتر بشه دو تا عامل داره یعنی ممکنه ترس بیشتر بشه ممکنه عقب نشینی بیشتر بشه و ممکنه خشم و بیشتر بشه برای حکومت دو تا عامل کم و زیاد با هم دیگه ممکنه کم و زیاد کنن بالانس کنن ولی برای از طرف مردم به حکومت خشونت فقط حکومت عقب میفرسته این استدلال که خشونت بیشتر مردم به حکومت مجوز میده که خشونت بیشتری بکنه از اساس استدلال باطلیه چون حکومت دنبال مجوز نمیگرده حکومت دنبال امکانات میگرده برای خشونت و امکاناتش با خشونت مردم کمتر میشه چون نیروی انسانی حکومت کم نیروی انسانی که حاضر باشه اون ریسکو بکنه وقتی یارو مثلا روزی دو میلیون میگیره میاد مردم بزنه وقتی ببینه امکان کشته شدن خودش یک درصده میگه شاید روزی یه میلیون بیارزه ولی وقتی ببینه امکان کشته شدن خودش 20 درصد سی درصده مثلا یک سوم احتمال داره من امشب بر نگردم خونه اون دیگه با دو میلیون نمیاد بیرون آدم بزنه کتک بزنه یا آدم بکشه یا <صح> کلا دورش رو خط میکشه میگه آقا من نیستم دیگه به جون میگه از جونم که بالاتر نیست چقدر پول میخوام بگیرم یا اینکه اگرم پول بگیره یه پول خیلی بالایی میخواد بگیره برای اون کار پس در, در هر حالت تعداد افراد نیروی انسانی حکومت کمتر میشه وقتی خشونت مردم بیشتر بشه لطفا این ویدیو رو لایک کنید که افراد بیشتری ببینند خودتون برای افراد بیشتری بفرستید ولی نمیخواد سابسکرایب کنید کانال من چون کانال من کانال در واقع محتواش اینی نیست که الان دارین کانال من کمدی حالا این ولی الان حوصله ضبط کردن محتوای کمدی ندارم تو این شرایط مملکت حالا ان بعد انقلاب با همدیگه محتوای کمدی هم میسازیم میخندیم اگه کمدی دوست دارین بعدا سابسکرایب کنین ولی بابت این ویدیو کانال منو نمیخواد سابسکرایب کنین متشکرم خداحافظ فقط پخش کنید بقیه هم ببینن این طرز فکر جا بیفته